جنگل داستانی غیر واقعی که برای شما واقعی به نظر می رسد. جنگل روایت همان تصویری است که از پنجره ها به آن نگاه می کنیم اما نمی بینیم. جنگل همان لبخند تلخی است که بعد از به زمین افتادن آخرین قطره اشک روی لبمان می نشیند. جنگل صدای یک خروس است به گوش صبحی که نیامد. جنگل نگاه یک درخت است به هیزم شکن، نگاه یک آهو به دندان کفتار و نگاه من به آینه. جنگل گفتن گفتنی هایی است که بر نگفتنش تأکید شده است. نویسنده و کارگردان فرهاد عزیزی، مدیریت برنامه فرشید ایرانمهر، صداگذاری و موسیقی مهدی محمدیان، صداپیشه بهناز مقدم، تهیه کننده بنیاد آینه. به نام خداوند نان و برخت، به نام کسی که نشسته به تخت، به نام همان تیشه خودفروش که با حکم قارت به ریشه نشست. به نام قلم ها و گبی اختیار که شد هم صدا و همین روزگار، نوشت در شب مرگ حرف و صدا، زندام و رقص و لب سرخ یار. به نام حقیقت که در قصه ها ز ترس قلم ها نوشته نشد، به گمنامی نام صاحب خرد که در شهر دیپا فرشته نشد. باز سلام و باز درود و باز سپاس خدمت هر قوم و هر عقیده ای در هر لباس. میرسیم به یک پدیده تحت نام تروریست، کار همونه که تأکید داره این کار نیست. میکشن هر کی بگه سوال دارم جواب میخوام، هر کسی داد بزنه رفاه و جای خواب میخوام. میمیره هر کی بخواد حرف حقیقت بزنه، میکشن هر کی بخواد طعنه به عادت بزنه. بره بابا، اهل نقد و هنرم حرفات رو تکذیب میکنم، از راه قانون جنگل تو رو تعقیب میکنم، شاکی خصوصیم تا ته ماجرا میرم، شده برواز میکنم تا بالای ابرا میرم. خرهای سرزمین من حس میکنن کبوترم، یک سره آواز میخونن، طاووس بی بالو پرم، تو پوست آهوهای شهر گرگ بیابون خوابیده، راه خروج از اینجا رو هیچ کس به چشمش ندیده. اهالی اینجا از درخت میوه سمی میچینن، با قلبای سیاهشون فیلمای رنگی میبینن،
رو تن هر کی کفش نداشت اصله و پاپوش می دوزن. نوشته های بی کلک اینجا تو آتیش می سوزن. برای هر کی ناخوشه حرف شما تیر خلاص، تشنه و زخم جایزه شاگرد اول کلاس. اینجا برای خندیدن یه خنده قربانی میشه، سرود آزادی تو تو سینه زندانی میشه. اینجا همه رفیقتن، یه بار به دیدنت میان، لحظه ای که رها شدی از سنگ قبرت چی میخوان؟ دنیای واقعی ما ارزش موندن نداره، تو رویا زندگی بکن، این قصه خوندن نداره. تو رویا شهر تو بساز با خونه های کاگلی، بذر خیال میوه میده انار ترش جنگلی. تو رویه های سبز تو کفش تو پاره نمیشه، نامه آزادی تو نخونده پاره نمیشه. قطعش کن بابا، ببین به من تکه میندازی، فکر میکنی من خلم نمیفهمم؟ پرواز کردن منو زیر سوال بردی دادا. فکر کنم که شواهد اینجوری نشون میده. بابا شماها اهل دل نیستید، وگرنه پرواز واقعی رو تجربه میکردید. حالتون نیست که؟ نه بابا. خب بگو، توضیح بده چجوری باید اهل دل شد مثل شما پرواز کرد؟ نه ببین، به این سادگی هم نه، باید هزینه کنه، باید غالبا هنرمند باشی، نمیشه که همینجور. باید هزینه کرد. خب چقدری باید هزینه کرد؟ تازه این شد سوال. خب ببین، بستگی داره که چند گرم به قاعده داری. آها، تازه الان دوزاریم افتاد. ببینم پرواز گرمی شده دیگه الان؟ نه پرواز گرمی نشده، نرخش با گرم تعیین میشه. بستگی داره دایره دفاع چند هزار پایین قصد پرواز داشته باشی، اون موقع باید تنی گیسنه رو شلی کنی. خب الان شما حساب کن، مثلا ما 3000 پا بخوایم بپریم باید چیکار کنیم؟ تازه داری سوالا یه درست رو میپرسی. ببین، تا ارتفاع 2999 پایی رو جنس سنتی میتونه جواب بده، میتونه روش حساب کنی. از 3000 تا به بالا یکمی سخته، پای صنعت و معدن و خلاصه وزیر صنایع میاد وسط، اون موقع یکمی فرق دانه. خب یه چیزی هم یاد گرفتیم، حالا یه قیمت شما به ما بده. به فکر میسین که خواهانی باید کمی سب کنی، باید که از مسئولان محترم نرخ روز رو استعلام کنم، آقا به روز قیمت تغییر میکنه داده. آها، از مسئولان. مگه این هیته قاچاق و ممنوع نبود؟ مگه اینا رو نمیگفتید ممنوعه؟ بابا وقت میگم من خرم ساده یا تو، مگه کتاب و ساز و شعره که ممنوع باشه؟ واقعا که آخه خودتون میگی ممنوعه، مگه نمیگید ممنوعه؟ چون تقاضا از عرضه بیشتره، برای اینکه عده‌ای سودجو و فرصت طلب کارشکنی نکنن لفظی ممنوعه، بین خودمون باشه. بابا کتاب نیست که مضر باشه بیداری بیاره. پس مضرم نیست، مفید نباشه یه وقت در نظر شما؟ معلومه که مفیده، در دراز مدت مفید واقع میشه، چون میبرده دوچوریته. ادامه این بحث اصلا هیچ فایده ای نداره، نتیجه ای هم نداره، جز اینکه تو توهم بزنی هنرمندی، غیر این فایده ای نداره. معلومه که هنرمندم دادم، اصلا معیار تو برای هنرمند بودن چیه؟ چی میفهمی از هنر تو؟ آره من نمیفهمم، تو میفهمی. تعهد، صداقت، مستقل بودن، دانش، خلاقیت، آگاهی، استعداد و یه سری موارد دیگه که تو هیچ کدومش رو نداری نه ازش سر در میاری. اینا قدیمی شده دانا، اینا امروز یعنی کش، کسی پایه اینا توف کف دستت نمیندازه. تعریف و معیارت درباره هنر منزوق شده. تعریف نوین هنر یه چیز دیگه، اصلا تو باغ نیست. آره مثل این که من تو باغ
نیستم. خب میشه تو بگی چیه الان؟ باشه، تعریف نوینش گسترده و ابعاد مختلفی داره، ولی به طور مثال هنرمند امروز باید بدونه که دود قلیون رو حلقه‌ای بده بیرون که من میتونم دلت بزوزه، همونطور که ورزشگار باید چند تا عکس با شورت ورزشی داشته باشه، هنرمند باید حداقل یه چند تا عکس با سیگار و دودش داشته باشه پخش کنه همه ببینن کفت کنن. آره مهمه مورد منکرانه شد، حضور من الزامیه، خیلی زیباتر میشد که اگر به جای شورت از شلوار ورزشی استفاده میکردی. یعنی چی شد؟ اه اه اه، دو نفر شدن، بس کنید دیگه، برید بابا، برید بس کنید. نه چی بس کنه؟ وقت ما رو ببین چطور هدر میدی. این که نشد کاسبه، چی بسه؟ میخوای یا نه دادا؟ جنس خوب دارم برای پرواز، میگم نه مخوای دکی، مثل که باور کردی ها. معلومه که نه، مگه تو منتقد و رئیس حوزه هنری نیستی؟ این حرفا چیه میزنی؟ چنا هستم، خب که چه؟ بایسته ببینم، مگه چیزی گیرت میاد؟ نکنه تو این حوزه هم فعالی و درآمد داری و خلاصه به خاطر ایناست که داری اصرار میکنی؟ بابا تو خیلی بردیام، معلومه که فعالم، یه جوک که کفاف زندگی رو نمیده. تازه ما تو جنگل افراد کاردانی که قابل اعتماد باشن زیاد نداریم که، واسه همینم هر کسی باید چند تا مسئولیت گردن بگیره، اونم یکی مثل من خر. به به به، اصلا به واژه مسئولیت جنابالی هویت دادی. برو کار دارم، برو تا من عمرم به دنیاست بذار به کارم برسم. برو. اها، معاملمون نشه، دو ساعت ما رو انلوف کردن. با قبول معنی تازه‌ای از مسئولیت، برای بازماندگان چند خط نوشتم وصیت. اگه این قصه با ما به خط آخر نرسید، بنویسید رو مزارم خسته بود و ناامید. داستان جنگل، قسمت 18. بعد از صرف نهار، مقامات در غیاب شیرالاسد به امارت برگشتند تا در جلسه ای درباره صدای بیدار و دوم روباه گفتگو کنند. روباه بدون مقدمه به کرکس گفت: حالا که سرور ما نیستن، بسیار مشتاقم که طرح شما را برای دوم کنده شده هم بدانم جناب کرکس. بسیار خوب، باید به اهالی بگوییم دوم شما توسط تروریست ها کنده شده و آن صدا از جانب تروریست هاست. بنده ترتیبی خواهم داد که دوم شما را در محلی دفن کنن و آن مکان زیارتگاهی مقدس خواهد شد. خیلی از لطف شما ممنونم جناب کرکس، فکر شما بسیار خوب است، اما واقعا آن صدا صدای کیست؟ بارها گفتم، باز هم خواهم گفت که آن صدا وهم و خرافه است. جناب خوگ، اینجا که غریبه نیست، همه ما آن صدا را شنیدیم. من فکر میکنم آن صدا نوعی معجزه باشد. چطور میشود صدایی شنیده شود ولی صاحب آن معلوم نباشند؟ جناب روبا، بنده تمام عمرم را به مطالعه گذراندم، به نظر بنده معجزه اصلا وجود نداره. چطور وجود نداره؟ این که توانستیم شخصیتی مثل شیرالاسد را سالها به عنوان سلطان بالای سر اهالی جنگلی صاحب تمدن و تاریخ بگذاریم، خود یک معجزه بزرگ از دیگر. این دیگر به اهالی برمیگردد. همه خوب میدانیم که اگر اهالی آگاه شوند، معجزه و جایگاه همه ما به آخر خواهد رسید. کاملا درست میگید، برای همین میگم راجب به طرحتون کمی توضیح بدید. باید به کمک ابزارمان مانند هنرمندان مواجب بگیر و نویسندگان و شاعران خود فروخته و بله قربانگوهای دیگر مخالفان را
تروریست نشان دهیم. نکته این است، شاید قبلا میشد ولی با آن صدای بیدار چه کنیم؟ حتما به سرعت شعری خواهد خواند و همه چیز را بر هم میریزد دوباره. اصلا حالا که این نرژون وقتی که مخالفان ما صدای بیدار دارن، ما هم در مقابله با آنها یک صدا قرار خواهیم داد. نامش را هم مثلا میگذاریم آوای خفته. حالا اونا گرفته شه. فکر خوبیست. اهالی هم حتما از خفتن بیش از بیدانی استقبال خواهند کرد. زانی نست چگونه میخواهید یک صدا پیدا کنید؟ الان میگم، آزمونی خواهیم گرفت و به بهترین صدا جایزه خواهیم داد و این صدای برتر همان آوای خفته خواهد بود. این برنامه های خبر. فکر خوبیست. تندیسی هم به شکل سیب زمینی آماده خواهیم کرد و به صدای برگزیده خواهیم داد. چیزی شبیه همین هویجی که هر سال به هنرمند برتر از نگاه خودمان میدهیم. یه سیب زمینی مثل اون هویجی بهشون بدیم. چگونه میشود صدای برگزیده از سوی ما بدون دیده شدن شنیده شود؟ خیلی کار سختی است. خب ما که این ایده های قشنگ میدیم، این رو دیگر باید که دانشمندان و متخصصین حل کنن. نمیشود که همه کارها را ما انجام بدهید. پدرمون در اومد بابا. ما که دیگر دانشمندی نداریم. همه یا اعدام شدند یا زندانی هستند. تعدادی از آنها هم که اقبالشان بلند بود فرار کردند و به جنگل‌های دیگر رفتند. اگر که با دقت در جنگل جستجو کنیم، شاید که هنوز متخصصی داشته باشیم. کسی چه می‌دونه؟ شاید هنوز باشه. خوک عزیز، آخرین دانشمند همان گوزنی بود که به حکم شما اعدام شد. خاطرتان نیست؟ گوزن؟ خودام گوزن به خاطر نمیارم. الان فکر میکنم یادم نمیاد. آخو همان گوزنی که ثابت کرد دلیل بارش باران ابرها هستن نه دعاهای شما. آها، الان که خوب بگردم یادم آمد. چقدر هم پدر زوخته گزداغ بود. احساس میکنم که من از این کار زیاد حافظم دیگر نزل سابق نیست. زنال برایم خسته گفته. قبول دارم خیلی به خودتان فشار می آورید. پیشنهاد می کنم بین امضای احکام اعدام کمی هم استراحت کنی. بله واقعا هم خسته نباشم هم دستم درد نکنه. باید که به برخی از شاگردانم برای صدور احکام مجازات اختیارات تام بدهم که یکم از سنگینی مسئولیتم کم بشه. جامعه شناسان جنگل های گناه می گویند بر اساس تفکر نوین در آینده بر اثر تکامل منشور حقوق سیم و زر اعدام منسوخ خواهد شد. جامعه شناسان غلط کردن بیخود. در زندانه های جنگل خودمان هم همین را می گویند. آنها هم غلط کردن. فردا که اعدامشان کردیم دیگر نمی گویند. اگر بعد از اعدام توانستن چیزی بگویند، بنده تفکر نوین را به رسمیت خواهم شناخت. خب بابا از بس دور نشیم. آوای خفته ایده خوبی بود اما عملی نیست. نیاز به دانش دارد که نداریم. جناب کرکس، از دوم بنده میگفتی جناب دهیم. پیشنهاد میکنم در روزنامه بهتان تصویری از دوم شما کار شود و به واسطه یه گزارشی واهی که برای آن سند سازی شده بگوییم که کار تروریست ها بوده است. حتی می شود یک سری از حیواناتی که خودمان کشتیم رو هم قربانی تروریست معرفی کنیم. به نظر وفور گناه باورها به ناباوری رسیده است. باور نمی کنن که وقتی که چند صحنه نمایش و مکان عمومی را آتش بزنیم و در نتیجه آن عده‌ای کشته شوند و از طرفی در کنارش تعدادی مار اجیر کنیم که بر چهره اهالی زهر بریزند، آنگاه می‌فهمند تروریست یعنی چه. و
برای حفظ امنیت دست به دامان ما که خودمان مخل امنیت هستیم خواهد. بسیار خوب است، خوشحالم که با وجود کنده شدن دومتان از حیله‌گری شما چیزی کم نشده است. بهتر است تا سرورمان بازنگشته برویم. مگه بهترش برویم، تمام فکرتان را روی مسئله تروریست و صدای بیدار بگذاریم. اصلا صدای بیدار تروریست است. حالا که این دور شد، نفرین پروردگار بر او باد، خاک بر سرش. در جلسات بعدی با بررسی بیشتر شرایط تصمیمات بهتری خواهیم گرفت. به این ترتیب با ختم جلسه مقامات به خانه هایشان رفتند. وقتی شیرالاسد به امارت بازگشت، کسی آنجا نبود، اما او به لطف معاشرت با انتر و اثر شاهدانه موفق شد در نبود مقامات با آنها جلسه بگذارد و 137 قانون و تبصره جدید از جمله تعیین محدوده پرواز خزندگان را برای جنگل به تصویب برساند. گوش دادید به حرفای مربع عالی مقام، به صدا قصار و هجو و بی کلام. اهالی بیدار شدن، با ریتم تون ساز میزنن. مقامات آروم میرقصن، خستن داد میزنن. گروه موسیقی حاکم باشی ساز نداره، شعراشون فرمایشی، معنی کارساز نداره. یه عمری بدون ساز اهالی خوب میرقصیدن، آخه از مزدورای شیرالاسد میترسیدن. حالا ترس خاطره شد، اهالی ساز به دست شدن، مقامات میرخصن و از ساز ممنوع مست شدن. به لطف خداوند هم ساز ارز و هم ترانه، اما آنگونه که مورد تأیید است و باید که باشد. بقیه مواردی که مطرح کردید کاملا کذب محض است. زدید تو کار اجناس نامرئی ها. کجاشو دیدی؟ من خودم به نواختن چند ساز تسلط کامل دارم، در آوازم که شهره خاص و عام هستم. چی میگی؟ البته که مسخره عام و خاص هستید. خب حالا سازت کو؟ ناکلتم، چشم بصیرت میخوام. همه مقامات نوازنده های قهاری هستن و اهل ساز و صاحب سبک. اصلا دو ارکستر فلارمونیک و سمفونیک و مجلسی همه ی نوازندگی میکنن، منتها نه به اون بیبند و باری که مد نظر شماست. زمنان به هیچ سازی هم نمی رخزن، کلاسیک کارن، اهل رخز و غرد و کمر و اینا نیستن. خب شما الان داری ساز میزنی؟ بله، من الان بله. خب چه سازی؟ بفهم چی بگم؟ راوی جان، راست میگوین که ساز دارن. به شعر من توجه کنید. ساز تو صدای شلیک تفنگ در این شباست، اشک من یک رود سرخ بی انتهاست. گریه ها از ساز تو تعریف تازه هنر، ناله ها شد رونق روزنامه ها، تاقی بازار خبر. می کشی برای صلح با نام و یاد هر خدا، می نویسی شعر صلح با خون سرخ بچه ها. می شکنی آینه را با چهرت بیگانه ای، می رسی به خلوتت جایی که یک دیوانه ای. ساز من سکوت مرگ، آرزوی یک جوون. عشق تو گلوله های آهنی تشنه به خون. گریه ها صدای روز و ماه و سال، ناله ها موسیقی جنگ و سقوط و ابتذال. می کشی در قربتت هر نفس غریبه را،
می نویسی حکم مرگ چهره ندیده را، می شکنی هر شیشه را دور از فضای باورت، می رسی به سنگ قبر با ننگ به شام آخرت. کشتی و شکستی و به روز آخر می رسی، به سقوط از آه و نفرینی که بر آن فارسی. لاله ها از سرخی خونی که ریختی سبز سبز، برگ آخرین گلوله اشک شوق آزادی بدون مرز. خب دیگه خوابمون گرفت مزه دیگه. خب مگه رنگو بگیری که رفتیم. آها 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 دیگه بیا همه آها گری که من بنده باز مجددن نوشتن و خوندن و ممنوع میکنم شما رو، دعوت به خلق شعر مشروع میکنم. برای حوزه فرهنگ یکمی دلواپسم، حال خوبی ندارم، کمی گرفته نفسم، تو رو تنها میذارم، رفیق نیمه راه میشم، برمیگردم دوباره سخنگوی خدا میشم. ادهی دارن که با شعر به ما خیانت میکنن، ما نوازش میکنیم، انشاءالله یه رعایت میکنن و من الله توفیق. تاب نده تاج کرکس و فر نده، جنگل ماست دیگه ریس نیا، آخ داره میگه حالم بده. آره داغ مت سرگیجه، کلاغ داره صداش میپیچه، میخوام که بدونم بعد شیر و نسد عاقبت این جنگل چی میشه. آره من بد کردم، آره آره من بد کردم، آره آخه شعر جغدو با هنگ خر خودم رنگ کردم، آره لیلی لیلی مسخر از خوکه همه حرفاش، مسخر از جنگل و همه حیوناش، دیگه هنره که روی اجاقه، فلسفشم حوزاش خرابه. آره داغ مت سرگیجه، کلاغ داره صداش میپیچه، میخوام بدونم من بعد شیر و مسد عاقبت این جنگل چی میشه. آره من بد کردم، آره آره من بد کردم، آره آخه شعر جغدو با هنگ خر همین میشه دیگه، واسه خودم رنگ کردم، آره لیلی
دلیلی 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 دلیل